سلام، در مورد جراحی هاردی که مشکل هدپارت دارم میخوام توضیح بدین و انشالله که تو این کار بتونم کمک میکنم. اول کاری که میکنم توی ورش توضیحاتی که دادم در مورد کلین روم و جراحی هارد، اونا رو با دقت میخونید و که دقیقا همون نکته رو اجرا میکنم. به نظر من اینا تجربه چند ساله همه که میتونی از اون استفاده بکنی. اولین کاری که میکنید هارد و پیچ‌هاش رو بیرون از کلین روم باز میکنید، همه پیچ‌ها رو. بعد برچسب بیام که هست میتونید بکنید و زیر باز لیبل پیچی هست که این پیچ هم در میارید. وقتی این کار رو انجام دادید میرسیم به گزینه این که در قاب رو باز بکنید. بهترین کاری هم که هست بهتون باز دوباره بهتون توضیح میدم، دور هاردو حتما بیرون از کلین روم باید گردگیری یا همون با فوت یا با دستگاه باز قوی دور هاردو باید تمیز کرده باشید. اگه این کار نکرده باشید بهترین کلین رو دونه هم داشته باشید، اون مشکل که گرد و خاک هست روی اسپیندل بیاره توی هارد میشینه. هارد هم بخوایم کار بکنیم، هد به طرف پایین، جایی که پیچ رو باز میکنید معلوم هستش به طرف پایین قرار میگیره و احتیاج هم نیست که هارد روی کف کلین روم قرار بدیم. دست میگیریم بهتره، چون که هم راحت دست هست هم خوش دست هست، میتونیم کارمو سریع انجام بدیم، چون کارم هرچی سریع تر انجام بدیم راحت تر هست و موفقیتون هم بیشتر میشه. قاب رو بخواییم باز بکنیم شاید یه حالت چسبندگی داشته باشه، با همون پیچ‌گوشتی یا پنس کمک میکنید که قاب یک کمی شل بشه یا چسبندگیش از دست بده. باز باز میکنیم، بخواییم باز بکنیم قاب رو به این صورت در نمیاریم بلکه به این صورت در میاریم. اگر دقت بکنید نگاه کنید به این صورت قاب هم به جای میذارید که دور از دسترستون باشه، چون گرد و خاک روش نشینه که باز هم مشکلات بعدی بخوره. همینجوری که دقت میکنید هد حالا توی هد پارک قرار نگرفته یا جایی که براش قرار دادن قرار نگرفته. هاردای جدید، حالا بیشتر هاردای وسترن یا هاردای دیگه، هد پارک هایی دارن که هد دیگه روی پلیت قرار نمیگیره، ای لحاظی هم بهتر هستش. هاردای قدیم یا هاردای سیگه هد پارکشون به طرف اسپیندل یا موتور هستش. خب پس این هد پارک به طرف اسپیندل هست، برمیگردیم سر جاش. همونجوری که دقت میکنید دستتون نباید به هیچ عنوان دور هارد قرار بگیره یا دور هارد بچرخونید یا کار بکنید. ما با پنس کار میکنیم با زاویه 45 درجه و سعی کنید که به هیچ عنوان دستتون روی پلیت نخوره یا پنس نخوره. اگر بخوره دیگه کار هارد تموم. بیشتر سعی کنید روی چند تا هارد این کار رو انجام بدید که دستتون قوی بشه، بعد برسید به هاردی که باید اون کار رو انجام بدید. ما توی همون زاویه که گفتم اون سوراخ یه چند سوراخی در همینجا قرار گرفته، بغل همین پیچه قرار گرفته روی اسپیندل، میتونیم کمک بگیریم که پنس رو اینجا قرار بدیم که به جایی هم نخوره. بعد کمتر از نیم دور اون پلیت یا موتور رو میچرخونیم که هده بتونیم به سر جاش قرار بدیم. حتما هم این نکته هایی که دارید میبینید چند بار با دقت پایین بالا کنید ببینید که اون مشکل بعدا نکنید. موتور رو وقتی دارم میچرخونم توی نیم دور تو حالت چرخش هده رو برمیگردم به جای هد پارک و همون کمک شست هم این کار رو انجام میدم. به هیچ عنوان نباید استاپ کنید یا وایسید در حالت کار. حالا دقت بکنید، موتور رو میچرخونم و هد رو برمیگردونم سر جاش. این موفقیت آمیز بود. دوباره این کار رو انجام میدم که ببینید به چه صورتی هست. هد چسبندگی داره، برعکس عقربه های ساعت این کار رو انجام میدم. باز دور توضیح میدم، برعکس عقربه های ساعت این چرخش رو انجام میدم. توی نیم دور نمیخواد
چه میدونم بعضی اصلا 5 دور 10 دور میچرخونن تا این کار انجام بدن. نه، یه نیم دور کافیه. تو حالت نیم دور، حالت چرخش، اول چرخش، بعد 60 برمیگرده سر جاش، هد پارک. خب اگر هم که گرد و خاک یا هر چیزی که قرار گرفته یا برای کار صد دستان که انجام بشه موفقیت باشه، یه فوتک توی با کلین روم که مخصوص کلین روم هست انجام میدیم، قاب هاردم همینجور، بعد قاب هاردو سر جاش قرار میدیم. میبینید من به هیچ عنوان این کاری که انجام میدم دستم دور از دسترس پلید یا هد هستش، قاب رو قرار میدم. خب پیش هارم میتونید بیرون از کلین روم ببندید، احتیاج هم نیست که توی کلین روم ببندید، بهترین خوش دست هست، راحت داره و راحت هم میتونید ببندید، به شرطی که قاب تکون نخوره یا باز نکنید. این کار با من فرد انجام شد و موفق باشید.